برای من اگه جامعه شناسی میخوام نگاه بکنم، بگم که ایشون در حقیقت در رابطه با قدرت و در رابطه با در واقع امر قدرت و امر در واقع حکمرانی به تدریج به این تحول رسیده و میشه گفتش که ما میتونیم از یه اصطلاحی استفاده کنیم به نام افیون قدرت. من افیون مارکس میگفتش که در واقع دین افیون توده هاست، من میگم قدرت افیون در واقع حکومت های خودکامه است. یعنی در حقیقت این قدرتی که ایشون در اختیار به تدریج گرفته، این تبدیل شاید اولین و مهمترین عاملی بوده که در این حادثه نقش داشته. و یه مسئله دیگه اینه که این چرخش کی اتفاق افتاده. به نظر من این چرخش هم گفتمانیه و هم در واقع رفتاری شخصیتی. اینجا خیلی مهم به توجه بشه. یعنی ما اگه در واقع آقای علی خامنه‌ای رو در طول بیش از 3 دهه گذشته نگاه کنیم، 2 دوره رو میتونیم از هم تشخیص بدیم. دوره تا حدودی قبل از 1388 جنبش سبز و دوره بعد از جنبش سبز. این جنبش دوره بعد از جنبش سبز که آقای خامنه‌ای در حقیقت این گفتمان تمدنی رو پیش میکشه. یعنی که ما در واقع یه پیام تمدنی داریم و میخوایم یک تمدن جدیدی به وجود بیاریم و ویژگی‌های این تمدن در واقع اون چیزایی است که ایشون دائم در سخنرانیشون مطرح میکنن در مورد جایگاه زن، جایگاه خانواده، جایگاه ایران، در تمام اون در واقع واژگان آقای خامنه‌ای در 15 سال گذشته حول و حوش این چرخشی در گفتمان ایشون هست که ایشون خودشون صاحب یک مأموریت مقدسی میدونه برای به وجود آوردن یک تمدن شیعی بر روی در واقع در منطقه و بعدش در جهان، برای اینکه اینو بالاخره معتقدن که قرار این حکومت وصل بشه به حکومت صاحب زمان. برای همینم من فکر میکنم این چرخش رو باید در واقع بهش توجه کرد. اما سوال مهم دیگه‌ای که شما میکنید که واقعا شاید یه برنامه دیگه‌ای میخواد اینه که آیا جامعه ما دیکتاتور پرور هست یا نیست؟ یعنی آیا جوامع مثل ایران اون زمینه‌های فرهنگی و عناصر آنتروپولوژیکی که انسان‌ها درش میتونن تبدیل به دیکتاتور بشن و اینها را داره که افراد درش دیکتاتور میشن، همون چیزی که در مورد روس‌ها میگن برای مثال، یا در مورد بعضی از کشورهای دیگه در مورد چین مثلا میگن. من فکر میکنم که در فرهنگ ما به خاطر نبودن تجربه دموکراتیک، جامعه در واقع با فرهنگ دموکراتیک آشنا نیست و همین عدم آشنایی و نبودن تجربه های دموکراتیک باعث میشه که ما در واقع شخصیت های خودمحور و خودکامه رو بتونیم در واقع خیلی راحت‌تر شاید قبول بکنیم از کشورهایی که دارای فرهنگ و گذشته دموکراتیک هستن. شما در خود آلمان ببینید مثلا یه شخصیت مثل هیتلر یا در ایتالیا در موسولینی به وجود میاد با اون همه تجربه و زندگی دموکراتیک، یا در خود فرانسه مثلا شخصیت ویشی به وجود میاد با وجود که جامعه 1.5 قرن از انقلاب فرانسه و دموکراسی میگذشته. برای همینم به نظر من این سوالات بسیار مهم هستن و من فکر میکنم که هر کدومش جایی ندارن که باز بشن در واقع بخش از تاریخ ماست. دکتر پیوندی متوجه هستم.